مرد متولد فروردین از کتاب ستارگان و تفاهم. چگونه میتوان در مرد متولد فروردین ماه نفوذ کرد و به درون قلبش راه یافت؟ برای نفوذ در قلب مرد متولد فروردین ماه بایستی قبل از هر چیز همیشه متفاوت بود. البته کار آسانی نیست و نسبتاً خسته کننده می باشد، ولی هیچ مردی هم مانند مرد متولد فروردین ماه از یک نواختی متنفر نیست. البته ممکن است خود او مانند یک آلت موسیقی تکتار خسته کننده باشد، ولی چون فکر می کند جز و افراد سرگرم کننده و بزلگو می باشد که گاهی اوقات هم همینطور است، طبعا خودش متوجه نمی شود. بایستی گرایش او را به تکرار موضوعاتی که در خلال مدتی وی را به هیجان می آورد تحمل کرد. ممکن است ناگهان عاشق نمایش های اپرا بشود. در این صورت به هر قیمت شده به اولین شب همه نمایش های اپرا خواهد رفت. او حتی به سفرهای طولانی برای گوش کردن به خواننده اپرای مورد علاقه‌اش تن در خواهد داد و با شما بی وقفه درباره موسیقی صحبت خواهد کرد. اگر شما واقعا مایل به تصرف قلب او هستید، بایستی به دقت به او گوش کنید و مانند او از خود شوق نشان دهید. ولی اگر از موسیقی خوشتان نمی آید، ناراحت نباشید. کافیست با کمی صبر و تحمل منتظر بمانید. بعد از گذشت مدتی او دیگر شما را به اپرا دعوت نخواهد کرد. او دیگر میل به بیرون رفتنهای شبانه ندارد چون خسته شده است. او با استدلالی متقاعد کننده به شما توضیح خواهد داد که مرد احتیاج به تحرک و هوای آزاد دارد که تنیس هیجان انگیزترین و سالمترین ورزش ها می باشد. به هر حال همراهیش کنید حتی اگر تنیس بلد نیستید. البته به شما توصیه می کنم برای یاد گرفتن تنیس خود را به زحمت نیندازید، زیرا بعد از مدتی خواهید دید که شور و علاقه‌اش برای بوکس و یا شمشیر بازی به جنبش می آید. مرد متولد فروردین در واقع مرد مشکل و پیچیده‌ای نیست. کافیست در شوق و ذوق‌هایش شریک شوید. او دوست دارد صحبت کند، بنابراین به او گوش فرا دهید و چون دوست دارد همیشه حق با او باشد، با وی مخالفت جویی نکنید. البته به خاطر داشته باشید که مبارزه را دوست دارد و به همین دلیل نبایستی در بست در اختیارش باشید. او هرقدر به دست آوردن چیزی برایش مشکل تر باشد، برای به دست آوردنش مشتاق تر می شود. بنابراین به طوری که خودش متوجه نشود، زندگی را برایش مشکل کنید. شما می توانید یک عمه مریض اختراع کنید و برای مدتی غایب شوید. مطمئن باشید هر روز به خانه شما تلفن خواهد زد و آمادگی خودش را برای هر نوع کمکی اعلام خواهد کرد. او برای شما گل و برای عمه خیالی شما هدیه‌ای خواهد فرستاد. وقتی که بالاخره شما را دوباره ملاقات کند، متوجه خواهید شد که در روزهای انتظار مقدار زیادی شوق دیدار شما در او ذخیره شده است. به محض اینکه متوجه کم شدن توجه او شدید و این چیزی است که با مرد متولد فروردین ماه به آسانی ممکن است اتفاق بیفتد، خود را پنهان کنید. راز و رمز همیشه او را جلب می کند، شاید مانند یک واکنش، چون عمیقا ساده دل و تقریبا مثل یک انسان اولیه است. البته در این کار زیاد هم اغراق نکنید. درست است که او مبارزه و زورآزمایی را دوست دارد، ولی علاقه دارد به سرعت برنده شود. انتظار او را عصبی می کند. او مردی نیست که سالها برای یک زن صبر کند. صبر او مثل زه کمان است، تا حدودی کشیده می شود، ولی اگر پاره شود ترمیم ناپذیر است. این مرد با وجود سادگیش زیبا پسند است. از زن زیبا و شیک پوش خوشش می آید، چون طبیعت برونگرای او باعث می شود از تحسین دیگران لذت ببرد. البته درست است که دوست دارد زنش قابل تحسین باشد، ولی به شدت حسود و غیرتی می باشد. بنابراین بایستی در حضور او رفتاری مطلقا سرزنش ناپذیر داشته باشید. او رعایت نکردن حرمت اجتماعی را هرگز نمی بخشد. اگر ببیند زنش در جلوی چشمان او با مردی گرم گرفته، دلیلی کافی خواهد بود که برای همیشه رهایش کند. بنابراین متوجه باشید بایستی مخصوصاً در حضور جمع تمام توجه و علاقتان را نسبت به او نشان دهید. به خاطر داشته باشید او در حالی که ظاهراً اینطور بی‌گذشته است، اولین کسی خواهد بود که گذشت خواهد کرد، به شرطی که پرستیژش جریحه‌دار نشود و دیگران چیزی ندانند. همیشه امکان این که او کار قابل سرزنشی کرده باشد وجود دارد، ولی چون سعی در رازداری دارد، کوشش می‌کند شما متوجه گریزهایش نشوید. سوالات زیادی از او نکنید. از اینکه زیر سوال قرار بگیرد نفرت دارد.
البته حتی اگر سوال هم نکنید، بعد از مدتی خود او همه چیز را برای شما تعریف خواهد کرد. مرد متولد فروردین قادر به نگهداری رازهایش به مدت طولانی نیست و دوست دارد کارهایی که انجام می‌دهد و کارهایی که انجام نمی‌دهد ولی دلش می‌خواهد انجام دهد را تعریف کند. به خاطر داشته باشید اگرچه گاهی اوقات با نشاط به نظر می‌رسد، ولی زیاد اهل طنز و نکته نیست و تا به تحمل کنایه و انتقاد را، مخصوصا اگر مستقیما مربوط به شخص خود او باشد، ندارد. وقتی که خلقش گرفته است به حال خودش رهایش کنید. هر گونه مداخله از طرف شما وضعیت را بدتر می کند. صبر کنید تا این حالت او برطرف شود. تاکتیک صبوری از موثرترین تاکتیک ها در رابطه با اوست. صبر کنید تا پیروز شوید. صبر کنید تا تنگ خلقیش برطرف شود. سالها صبر کنید تا شور جوانی او با گذشت زمان جایش را به تفکر و تعقل بدهد و از ارزش‌های واقعی زندگی آگاه‌تر گردد و روحیه ماجراجویی را از دست بدهد. او مردی سخی طبع است. اگرچه ممکن است فراموش کند برای روز تولد شما هدیه‌ای برایتان بیاورد، ولی موقعی که از او کمک بخواهید با رغبت تمام به یاریتان خواهد شتاب. او همیشه شما را به بهترین و گرانترین مکانها خواهد برد. اگر با او ازدواج کنید، هیچ وقت هیچ چیز کم نخواهید داشت. صورت حساب خیاط را بدون هیچ گونه بحثی می پردازد، چون دوست دارد شما شیک باشید. او با سخاوت زیاد به همه افراد خانواده شما کمک خواهد کرد. امکان دارد در زندگی او پستی و بلندی وجود داشته باشد، چون در امور مالی و پروژه‌های کاری هم مانند سایر مسائل از ریسک کردن خوشش می آید. و این همیشه به نفع او تمام نمی شود. البته بعد از هر ضرر و زیان به آسانی دوباره همه چیز را از سر می گیرد و زندگی شما هیچگاه با بدبختی و فقر توام نخواهد بود. او را با مسائل کوچک معذب نکنید. او همیشه بزرگ فکر می کند، ولی درد سرهای کوچک زندگی روزمره وی را در اضطراب فرو می برند. اگر او را از این چیزها معاف کنید، عمیقاً از شما ممنون خواهد شد. به خاطر داشته باشید بهترین متحد شما زمان است. اگر به اندازه کافی صبور باشید، مرد متولد فروردین ماه را مردی طلایی، بیشیلی پیله، خوشقلب و سخاوتمند خواهید یافت. همسر مرد متولد فروردین در چه ماهی به دنیا آمد؟ مرد متولد فروردین، زن متولد فروردین، این دو شخص غیر ممکن است بتوانند قابلا بر هم تسلط داشته باشند. سرانجام ناگزیر یکی بر دیگری تسلط پیدا خواهد کرد، اما قبل از آن چه انرژی ها هدر خواهد رفت. البته اگر رابطه آنها در این زورآزمایی برای سلطه مزمحل نشود و زن متولد فروردین ماه بتواند تسلطش را از طریقی صلح‌آمیز و با دستکشی مخملی اعمال کند، وصلت این دو شخصیت مغرور با خوشبختی همراه خواهد شد. در این صورت زن متولد فروردین دوستی با وفا و مشاوری عاقل برای شوهرش خواهد بود. آنها فرزندانی زیبا، قوی، باهوش و خوش اقبال خواهند داشت که خصوصا در زمینه علوم به توفیق زیادی دست خواهند یافت. مرد متولد فروردین، زن اردیبهشت. زن متولد اردیبهشت ماه زنی رمانتیک و سرشار از هیجان عاشقانه می باشد و به راحتی تحت تاثیر مردانگی و جسارت مرد متولد فروردین ماه قرار می گیرد. این مرد خیلی مردانه است و او خیلی زنانه و رابطه آنها شبیه رابطه مریخ، خدای جنگ و ونوس، الهه عشق و عدالت و زیبایی می باشد. این رابطه موجود خوشبختی است و ادامه پیدا می کند، ولی این یک خوشبختی گوشه‌گیرانه می باشد، به دلیل اینکه آنها برای خوشبخت بودن بایستی جدا از دیگران زندگی کنند. حسادت مرد فروردین ماه باعث می شود تحمل حال و هوای ستایش گونه‌ای که خواه نخواه در اطراف این زن زیبا و جذاب ایجاد می شود نداشته باشد و زن اردیبهشت ماه هم تحمل دونجان بازی غالبا سطحی مرد متولد فروردین را ندارد. مرد فروردین، زن خرداد. زن خرداد ماه بیش از هر چیز عاشق آزادی خودش می باشد. او خیلی خودمختار است و برداشتی درست از واقعیت ها دارد و می خواهد همیشه خودش تصمیم بگیرد. مرد فروردین ماه مستبد است. برای آزادی دیگران احترامی قائل نیست و دوست دارد همیشه حق با او باشد. بدین ترتیب ازدواج آنها توأم با مشکلات رفتاری خواهد بود.
نهایتاً یک دوستی عاشقانه که بر اساس موضوعات فکری و فرهنگی پایه‌ریزی شده باشد میتواند ثمر بخش باشد. همه چیز خوب پیش خواهد رفت در صورتی که هر کدام از آنها در کاری که برای هر دوی آنها جالب و مفید است همکاری داشته باشند. آن وقت است که این دو جاه طلب برای پیشرفت به همدیگر کمک خواهند کرد. مرد فروردین، زن تیر. زن متولد تیر مردی را طالب است که حساس بودن او را درک کند و عشقی را که وی به خانه و خانواده دارد ارج نهد. برخلاف او، مرد متولد فروردین زندگی در هوای آزاد را دوست دارد و خانه برایش دارای مفهوم چندانی نیست. این مرد حالات روحی و روانی وی را درک نمی کند. از طرفی هر دوی آنها، حتی زن با گذشته متولد تیر، می خواهند فرمان روای خانه باشند. زن تیر خانه را محل فرمان روایی کدبانوی خانه می داند و مرد فروردین به دلیل اینکه کلن فرمان روایی را در تمام زمینه ها حق خودش می شمارد، بنابراین مشاجرات در دستور روز است. مرد فروردین، زن مرداد. هر دوی آنها پرشور هستند، البته نه در یک سطح، زیرا مرد فروردین ماه از نظر احساسی می دهد ولی زن مرداد فقط دریافت می کند. مرد فروردین ماه کلاس و سبک این زن را عمیقا تحسین می کند و طبیعت ساده و کمی زمختش تحت تأثیر او که همیشه حتی در زندگی روزمره رول بازی می کند قرار می گیرد. مرد فروردین با او عشق می ورزد و زن مرداد وی را در این عشق ورزی آزاد می گذارد. زن مرداد فقط زمانی که این مرد از یک طرف بودن احساسش خسته می شود و او را رها می کند می فهمد با رفتن این مرد سخی و خوش قلب خیلی چیزها را از دست داده. اگر این وصلت موفقیت آمیز باشد، عشقی با سعادت بین دو موجود قوی و پرشور و ازدواجی عالی و کامل خواهد بود. مرد فروردین، زن شهریور. زن شهریور احساس می کند که به طرف این مرد قوی و مردانه و لبریز از شوق کشیده می شود. چون این مردی نیروی لازم را برای جنگیدن با بدخلقی تقریبا دائمی که گریبان گیر این زن است به وی می دهد. مرد فروردین ماه برای زنی که کدبانویی بی نقص است و در این حال دارای جاه طلبی های اجتماعی و دنیوی مشابه خودش می باشد ارزش قائل است. البته با گذشت زمان این خطر وجود دارد که استبداد مرد فروردین زن شهریور ماه را که اقتدار خودش را دوست دارد به خاری بکشاند. از طرف دیگر فقدان شور و هیجان این زن می تواند مرد متوقعی مانند مرد فروردین را به جستجوی گرمای عاطفی که به آن احتیاج همیشگی دارد در خارج از خانه وادار کند. مرد فروردین، زن مهر. زن مهر در اولین ملاقات عشقی پرشور در مرد فروردین برمی انگیزد. تقریبا حتمی است که او از این زن تقاضای ازدواج می کند. در اوایل ازدواج خوشبختی کامل حکم فرماست، زیرا شور عشقی و شوق فراوان مرد فروردین در زن مهر نشاط محبوبیت را ایجاد می کند. با گذشت سالها هر دوی آنها متقابلن متوجه خود محوربینی یکدیگر می شوند. مرد فروردین موفقیت های اجتماعی زن مهر را نمیتواند تحمل کند و همینطور زن مهر گرایش این مرد را به تفریح در خارج از خانه و دور از خانواده نمیپذیرد. مشکلات در صورتی حل خواهند شد که بین آنها نوعی همکاری هنرمندانه به وجود آید. مرد فروردین، زن آبان. برخورد بین متولدین این دو برج مانند آتش سوزی شدیدی است که به طور ناگهانی واقع می شود. مرد فروردین به شدت تحت تأثیر جاذبه اسرارآمیز و طبع آتشین زن آبان قرار می گیرد. او حتی حسادت این زن تملک جو را هم همانند تعریفی از خود تلقی کرده و لذت خواهد برد. از طرف دیگر زن آبان گمان می کند این مرد با قدرت و مردانه کسی است که می تواند او را به رویایش، یعنی تحت تسلط قرار گرفتن برساند. اما بهتر است قبل از تصمیم گیری تأمل کند، چون قدرت مرد فروردین اغلب فقط ظاهری است. مرد فروردین، زن آذر.
در ابتدا زن آذرماه به طرف مرد فروردین که همه صفات مرد مورد علاقه او از قبیل دوست داشتنی و سرگرم کننده و مردانه بودن را داراست جذب می شود. آنها به سفرهای زیادی با هم خواهند رفت، ساعتها رانندگی خواهند کرد، در مورد همه چیز اتفاق نظر خواهند داشت. با گذشت زمان زن آذر از برخی رفتارهای این مرد مایوس خواهد شد. او هیچ وقت از زیبایی و هوش این زن تعریف نمی کند و علاوه بر آن گاهی اوقات بی‌ادب است و زن آذر از اینکه در جمع حد اعلای ادب رعایت نشود نفرت دارد. مرد فروردین هم به نوبه خود احتیاج به زنی پرشر و شور و گرم دارد، در حالی که زن آذر کمی سرد و علاوه بر آن متکبر است. مرد فروردین زن دی چنین زن و شوهری در امور اجتماعی و حرفه‌ای می توانند به جاهای بالایی برسند. زن دی جلوی اشتباهات مرد فروردین را که تصمیمات ناگهانی اتخاذ می کند می گیرد و او را وادار می کند که ملاحظه کارتر باشد و جاه طلبی هایش را در مسیر صحیح بیاندازد. ولی مرد فروردین ممکن است از زنی که از نظر عاطفی و احساسی خودش را ابراز نمی کند خسته شود. این مرد از نظر مزاجی دموی می باشد و علاوه بر آن احتیاج به همسری که نسبت به بی‌وفایی های کوچک او اغماز داشته باشد دارد و البته این کار برای اکثریت زنهای دیما غیر ممکن است. مرد فروردین زن بهمن توجه مرد فروردین ما فوراً به سوی این زن لطیف و خوش لباس و خوش قریحه جلب می شود. زن بهمن هم از رفتار مردانه و ظاهر مطمئن این مرد خوشش می آید. با گذشت زمان مرد فروردین از فقدان شور و هیجان عشقی و شاید همینطور از محافظه‌کاری وی خسته خواهد شد و در این میان احساسات زن بهمن است که جریحه دار می شود. در عوض یک دوستی که پایش بر محبت و یا فقط رابطه روشن فکرانه باشد می تواند تمام زندگی طول بکشد. اگر زن بهمن از دخترهای رویایی و کمالگرا باشد، بهتر از زمانی که با مرد فروردین آشنا می شود، وی را چندان مورد توجه قرار ندهد. مرد فروردین زن اسفند احتمال دارد زن اسفند به محض دیدار و ملاقات مرد فروردین به شوق آید و فکر کند بالاخره مردی که تمام مشکلات او را حل می کند پیدا کرده. مرد فروردین فوراً از این زن بی‌دفاع و لبریز از لطف زنانه خوشش میاد. او حمایتی را که زن جستجو میکند به وی خواهد داد، ولی در ضمن زنهایی را که به سهولت گریه میکنند دوست ندارد و متقابلاً زن اسفند هم از مردهایی که مؤدب نیستند متنفر است. مرد بی صبر و قرار فروردین با هر کلمه‌ای که از روی بی‌قراری ادا مینماید عمیقاً روح حساس این زن را جریحه دار میکند. عشقی که خیلی خوب شروع شده خیلی بد پایان می‌پذیرد. پایان.